با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی، در هفته گذشته به خاطر تولد میلاد مسیح یا میلادی که منصوب به مسیحه، به هر حال آغاز سال میلادی که در اون سال میلادی صورت نگرفته، در واقع روز ختنه سوران مسیح بود، در دین یهودی بچه مسیح هم به عنوان یه بچه یهودی متولد شده. روز تولد واقعیش روز هشتمه، یعنی هفته اول نه، روز بعد از هفته اول بایستی ختنه بشه و اگر نشه منقطع میشه و آیاتش هم از تنها انجیلی که نزک کرده، یعنی انجیل لوقا خوندن. به هر حال میگذریم، باوریست، جشنیست و تبریک میگیم و به خصوص برای کسانی که به بهانه این جشن به دیگران کمک میکنن، که خیلی ها میکنن، به هر حال اونو گرامی میداریم. و من دو هفته پیش به خاطر 21 آذر، راجع به 21 آذر نظری بر زمینه ظهور، عمل کرد و نتایج و سقوط حکومت ملی آذربایجان گفتم. یه بخش های از اون ناقصمون، اون رو هم تموم میکنم، بعد هفته دیگه ادامه اون بحث نقد ادیان در مورد مسیحیت رو ادامه خواهم داد. راجع به سخنرانی قبل بخش های مهمی از این موضوع رو بیان کردم، اما به خصوص در نقدی که انجام دادم در رادیو فردا و اشتباهات فاحش تاریخی آقای عباس جوادی رو که خیلی حیرت انگیز بودن و برای من لاقل و برای هر شنونده‌ای که ایشونو به نامه استالین به پیشوری رو منتقل میکنه به بعد از سقوط پیشوری، که واقعا این خطاهای تاریخی حیرت انگیزه. به هر حال مطالبی از یکی دو تا خطای کوچک اتفاق افتاد، اونو قبلا تذکر بدم در همون سخنرانی، یا ابهام آفرین بود. مثلا گفتم ویلیام داگلاس سناتور آمریکایی هم در 24 آذر 24 و هم در 21 آذر 25، منظور 1324-1325 در تبریز بود، رفرمایی رو که پیشوری انجام داده بود بیان کرده که این رفرم ها چرا از 21 آذر صحبت میکنیم؟ برای اینکه مسئله 21 آذر تموم نشده و تأثیراتی که اون رفرم های پیشوری بعدن در رفرم های محمد رضا شاهی انجام داد، رفرم های جالبی بودن، از جمله اصلاحات ارضی، از جمله حقوق زنان، اولین بار در آذربایجان رأی دادن و گفتم در به قوام السلطنه هم تحمیل کرد که بایستی در سراسر ایران سال دیگه انجام بگیره. حق خواندن و نوشتن به زبان مادری که تا حال انجام نگرفته، ولی حتی اپوزیسیون ایران هم این حق رو الان به رسمیت میشناسه. این هم کاری بود که پیشوری آغازگرشه، مؤثر شده در جامعه ایران. همینطور 8 ساعت کار برای سن پایین تر، 4 ساعت کار و این چیزهای انسانی و به اصطلاح مدرن رو پیاده کردن، همینطور طرح مسئله لوله کشی، الاخر دانشگاه و غیره و غیره و غیره. و مهمترین کاری که میخوام، یعنی پیامی که میخوام به بینندگان و شنوندگان داشته باشم، گفتم برتراند راسل یک مقاله ای نوشته بود برای
درست فکر کردن. گفته بود یه جاده شوسه وجود نداره، هر چی رو که میخونید برید ضدش رو بخونید و اگر بیطرف هم که نادره پیدا بشه اونم بخونید، بعد وسط همه با یک ذهن باز به جنبندی بشید. به این دلیل من هم عقاید موافق رو خوندم، هم عقاید مخالف رو میگم و هم سعی میکنم مطالب رو به صورت علمی و بیطرفانه بیان بکنم تا یک دید درستی برای تصمیم گیری به زندگی آینده در ایران داشته باشیم. و الا از روی غرض و مرض، خب طرف مقابلت هم آدم مغرضه دیگه، تو هم مثل اونی، در واقع آینه اونی، برگردان اونی، نفی اون نیستی. به قول شاعر، من نه تو هم نه ضد تو، نفی تو هم، برای خطابم به جمهوری اسلامی. همینطور جمله ای هست که بسیار خردمندانه است: هر چیز رو که به افراط بکشانی ضد اون را تقویت کردی. ناسیونالیزم افراطی رضا شاهی عکس العمل داخلیش که خارجی هم از اون میخواستن بهره برداری کنن، به اصطلاح حکومت ملی آذربایجان، آذربایجان ملی حکومتی و حکومت مهاباد زنده یاد قاضی محمد، این از آسمون نازل نمیشه، زمینه داخلی وجود داره. و الا به نشون دادن این که بله پیشوری وابسته است، که سندش هم وجود داره تا چه حد وابسته است، یه طرف قضیه رو نشون دادن، اون طرفش که حکومت مرکزی ایران هم که وابسته بود نشون ندادنه. هر دو وابسته. اگه وابستگی بده که بده، یکی از نتایجی هم که میخوام بگیرم در همین اول اینه که وابستگی پیشوری باعث سقوطش شد. اگر اون برای ایران چنان که خودش مطرح میکنه، من اون مطلبشو سعی میکنم بخونم و قول دادم آقای مصاحبه جمیل حسن لی را هم بخونم، چون هفته گذشته دیدم وقت کمه، اون رو نخوندم و در همون سخنرانی وعده کردم که در این صحبت امروز خواهم خوند. این که پیشوری اولا آدم بسیار فرهیخته است، این رو شانس فرقه دموکرات واقعا این بود که پیشوری رو آوردن رهبرشون کرد. یک نکته ای رو، کتاب های متعدد رو باید خوند و گفتم به قول برتران راسل به قضاوت درست نشست. سرتیپ علی اکبر درخشانی تیمسار نوشتن، تیمسار علی اکبر درخشانی، خاطراتش، کتابی داره به نام 21 آذر 1324. ایشون فرمانده لشکر تبریز شد، افسر بسیار بالیاقتی بود که در اون مرحله بحرانی اونجا یه زمان استاندار ارمیه کردن، رفت اون شلوغی هایی که در اون جو آنارشی رخ میداد از طرف کردها اونا رو ساکت کرد، به این خاطر فرمانده لشکر تبریز کردن. و ایشون، خیلی کوتاه میخونم، به نظر من بسیار ارزنده است این کتاب و حقایق بسیار زیادی توشه. طبعا اونایی که میخوان همه چیز رو سیاه‌سفید ببینن اینو نمیپسند. ایشون در این کتاب که اسمش 21 آذر 24
تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشوری در آن. تحقیق، تدوین و ویراستاریش به اصطلاح شاهرخ فرزاد کرد، دستش در نکن. انتشارات شیرین 1385 تهران. در صفحه 20 و 21ش میگه رد، بسیار آموزنده است، رد اعتبارنامه پیشوری به وسیله ایادی سید ضیاءالدین طباطبایی عامل انگلیس در مجلس، آخر نه آنکه در آن زمان با دستیاری عاملین خیانتکار ایرانی هر انتصابی از وزارت و وکالت گرفته تا شغلهای کوچکتر ریاست اداره بایستی با موافقت انگلیس ها انجام می گرفت، سید ضیاء تنها برای رضایت خاطر اربابانش که خواسته بودند حتی یک نماینده مجلس مشکوک که به سفارت انگلیس سری نسپرده باشد در مجلس شورای ملی راه نیابد، باعث شد که پیشوری به آن راه برود، یعنی بره فرقه دموکرات. اعتبارنامه‌شو رد کردن. زندیات محمد مصدق هم اعتراض کرد که خیلی وضعیت مشکوکتری دارن در انتخاب، در حالی که در آذربایجان رأی داده بودن به پیشوری. به هر حال اعتبارنامه‌شو اونو رد کرد، همینجور که در جمهوری اسلامی همین چیز بنگاه مصلحت نظام و به اصطلاح خیلی ها رو از جمله اون آقای علمی و اینا رو، با وجود اینکه به اصطلاح شهید زنده است، زخمی شده در جنگ، یه دستش از دست داده، با وجود این چون حقایق رو در مجلس میگفت اون ردش کردن و دیگه نماینده نشد، در حالی که آذربایجان هر موقع چیز بشه بهش رأی میده. سید ضیاءالدین در مراجعت از فلسطین ایشون مینویسه، سرتیپ علی اکبر درخشانی، سید ضیاءالدین در مراجعت از فلسطین که پس از 20 سال اتفاق افتاد، کلاه پوستی بر سر داشت و قبل از تشکیل حزب انعنات و اراده ملی روزنامه‌ای به نام رعد امروز راه انداخت. اینا را زندیات کسروی هم در همون سرنوشت ایران چه خواهد بود اشاره کرد و در آن روزنامه با آن قلم سحار و آتشین خود مقاله‌ای درج نمود که تیتر آن عبارت بود از نقل قول: لنین برای ایرانی از هر پیامبری مقدس‌تر است. داره از اون ور میزنه که اونا رو بلکه سواری بگیره. در این مقاله از مزایای مرام اشتراکی سید ضیاءالدین طباطبایی و تحسین و تمجید از لنین و رفقایش چیزی فروگذاری ننموده بود، آخر میخواست ایز به گربه گم کند. شنیدم حریف یعنی روسا به آقا گوشزد کرده بود که در نزد ما ناشناخته نیستی و بیهوده به خود زحمت نده، که موقوف کرد مدداهی از دلیش. در صفحه 22 آقای سرتیپ درخشانی می نویسه سید ضیاء برای چنین مردم فلک زده آن روز که به اصطلاح می خواست در واقع من خودم اضافه کنم، از این مسئله هم مثل وثوق الدوله، مثل قوام السلطنه، برای شخص خودش و مثل رضا شاه و محمد رضا شاه که گفتم ایران رو دوست داشتن، جیبشان را هم و بیشتر از ایران. اینا هم همین جوره. این مثل مصدق نیست که پول هواپیماش هم خودش بده. ملتی که نتونه بین این دو
دوست داشتن فرق بذاره، اون حقشه که گیر خمینی بیفته. بله آقای اضافه میکنه سرتیپ درخشان سیتسیا برای چنین مردم فلک زده آن روز حادثه آفرینی نمود و برای جلب رضایت اربابانش هیزمکش قضیه آذربایجان شد، قضیه‌ای که از حرکتی با حمایت مردم آذربایجان شروع شد. سرتیپ درخشانی می نویسه در صفحه 22، ولی به خاطر آنکه رهبران آن تحت نفوذ و بعضی عامل مستقیم همسایه شمالی بودند مثل دانشیان غلام یحیی، این نهضت خیلی زود به بیراهه رفت و به قائله‌ای تبدیل شد که هم تمامیت ارضی ایران را به خطر انداخت و هم باعث آن همه تلفات و ضایعات و صدمات به آن استان عزیز کردید. من پیشوری و سیدزیا را با هم با همه تفاوت‌هایی که داشتند، من منظور سرتیپ درخشانی، اساساً به یک چشم می نگرم، چون هر دوی آنها در درجه اول منافعی سوای منافع مردم ایران را داشتند. من در اینجا در مورد پیشوری این چنین نمی اندیشم. من ضیاءالدین صدراشرافی. اما یکی از آنها به شوروی گریخت و در آنجا تلف شد یا تلفش کردند که درستش اینه، و دیگری در ایران ماند و شد سردمدار مجلس شورای ملی و مشیر و مشار بزرگان و رهنمود سیاست خارجی کشور فلک زده آن روز ما، که محمد رضا شاه هم تا روز مرگ یه روز با ضیاءالدین غذا میخورد، نهار میخورد. منظور از مشیر مشار محمد رضا شاه پهلوی هم هست. سیسیا گفته بود که من این اقدامات و فعالیت ها را برای جلوگیری از اشاعه کمونیسم در کشور می کنم، که اون مقاله راجع به لنین هم نوشته بود. اما حتی سبزی فروش های میدان کاه فروش ها هم می دانستن که او برای گردآوری چنان ثروتی به این عملیات خانمان برانداز دست می زد، که پس از مرگش تنها زمان هویدا بود 17.5 میلیون تومان از ورثه‌اش به عنوان مالیات بر ارث دریافت شد. اون موقعی که دلار 7 تومن بود. این رو خواستم از این کتاب سرتیپ تیمسار علی اکبر درخشانی نقل کرده باشم، که به عنوان در حالی که پیشوری موقع مک هیچی نداشت و اونجا هم چون وابسته نبود و با اون سیاستی که من خواهم خوند دقیقا این، یعنی روس شناسیش خیلی دقیق بوده پیشور، در همین کتابی که فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان به روایت اسناد محرمانه آرشیو اتحاد شوروی جمیل حسنی حقباز منصور همامی ترجمه کرده، که در حضور در یه جلسه که در پاریس گذاشته شده بودن، ایشون هم به خاطر این کتاب اومده بود، زنده یاد خسرو شاکری هم اومده بود که اونجا گفتش که هر روز قوام السلطنه، الان آرشیو سندش در امریکا بیرون اومده که گزارش میداده به سفارت امریکا مذاکراتش با استالین. از آقای همامی پرسیده شد که حاضری کاملشو ترجمه کنی؟ گفت نخیر، یعنی من به خورد ملت ایران اونچه را که حزب توده با آقای بابک امیر خسروی دوتایی در واقع با مشورت هم ترجمه کردند، من این پیشبینی چیز رو پیشوری رو میخونم ببینید چجوری به قول معروف میشناسه. سوم آوریل 14 فروردین 1325، 21 آذرش پیشوری سقوط میکنه.
باقروف دستورات فوری برای ژنرال گلینسکی، ابراهیموف، آتاکیشیوف، حسنوف و زینالوف فرستاد. او می نویسد به پیشوری به وسیله او به سایر رهبران اطلاع دهید که حکومت تهران با آنها مراجعه خواهد کرد که مذاکراتی با شرایط مناسب برای آنها انجام دهد. آنها کرج را برای برگزاری این دیدار پیشنهاد می کنند. این خود دال بران است که حکومت تهران به طور جدی آذربایجانی را به حساب می آورد. حکومت ملی باید غرور خود را حفظ کند و از تدابیری که تاکنون اتخاذ کرده عقب ننشیند. در این حال نیروهای مسلح حکومت ملی باید در مواضع خود محکم بایستند و بعد از خروج آرتش سرخ تا پایان مذاکرات و رسیدن به سازشی از ورود افراد آرتش، پلیس و ژاندارمری به آذربایجان بدون اجازه ویژه حکومت ملی جلوگیری کند. بعد میاد پیشنهاد میکنن پیشنهاد شوروی درباره مذاکره است. این از صفحه 150 همین فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان. پیشنهادهای شوروی درباره مذاکره سران فرقه با حکومت ایران به وسیله باقروف به میرزا ابراهیموف و کریموف معاون وزیر امنیت آذربایجان ابلاغ شده بود. دستورات دیگر باقروف روز سوم آوریل از طریق خطوط ارتباط نظامی فرستاده شدند. شب سوم و چهارم آوریل یعنی 14 و 15 فروردین میرزا ابراهیموف، حسنوف، آتاکیشیوف و کریموف با پیشوری دیدار کردند و پیشنهادهای شوروی را که مورد موافقت کلی دولت ایران قرار گرفته بود به اطلاع او رساندند. میرزا ابراهیموف متن تون نویسی شده صحبت‌های باقروف و دستورهای او را درباره اینکه در شرایط کنونی حکومت ملی چگونه باید رفتار کند قرائت کرد. پیشوری بعد از شنیدن این صحبت‌ها گفت پس از آشنا شدن با این سند حوادث سال 1920 گیلان، میرزا کوچکخان منظور که پیشوری اونجا هم وجود داشت، در برابر چشمان هم ظاهر شدن. یعنی لیلین همونجور که اونو فروخت الان هم شما اینو میفروشید، استالین داره آذربایجان رو. آن زمان نیز دوستان انقلابی ما را فریب دادند و ارتجاع آن دوران همه را تدریجا تحت فشار قرار داد، نیست و نابود کرد و کسانی که توانستند جان خود را نجات دهند و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند حالا هم همان وضع تکرار می شود. دولت کنونی به سرکردگی قوام شما را فریب می دهد. او سفارت شما را در تهران با آدمهای خودش احاطه کرده است و به صورت ظاهر به دادن یک سلسله امتیازات رضایت می دهد تا پس از خروج آرتش سرخ نفوذ شما و سیاست شما را از افکار مردم ایران به وجه خلق آذربایجان بزداید. به محض رفتن شما او قبل از هر چیز به حساب کسانی که از شوروی آمده اند خواهد رسید. فرار کرده بودند، هیچ خیلی هاشون هم هیچ فعالیتی نداشتند، همه قتل عام شدند. 25,000 نفر به گفته خلیل ملکی مخالف فرقه دموکرات، 15,000 نفر در خاطراتش. تعداد آنها 10,000 نفر است. او سپس تمام عناصر دموکرات و یعنی قوام سلطنه و رهبری آنها را نابود خواهد کرد. البته خرده حسابی هم با شخص پیشوری و حرکت آذربایجان در تقسیم اراضی داشته که یکی از مالکان بزرگ بود قوام سلطنه. منافعش در خطر می افتاد، منافع شخصیش. همجور که وقتی نخست وزیر شد اومد اینها رو در کتاب رجال ایران مهدی بامداد بخونید راجع به وثوق الدوله، برادر تالی قوام السلطنه که در واقع اون 10 دینار زمین های اطراف تهران رو خرید که میدان وثوق و اینا همه محصول اونه. بله.
ارتجاع در این عملیات فعالیت فعالانه شرکت خواهد کرد، چرا که بخشی از زمینهای مالکان و خانه‌ها مصادره شده است، خود آنها تحت تعقیب دسته‌های فدایی قرار گرفتند و تعدادی از آنها به قتل رسیدند، اونایی که از جمله آدم کش بودند، خونهای بیگناه هم ریخته شده. خیشان آنها دموکرات‌ها و خانواده‌های آنها را چنان مکافات خواهند داد که تاریخ این کشتار را فراموش نکند. پیشبینی‌های دقیق پیشوری. ما خود شاهد بودیم که در سال‌های 1941-42 با وجود حضور ارتش سرخ در اینجا چگونه عناصر ارتجاعی فرزندان دموکرات را می‌کشتند و به دخترانشان تجاوز می‌کردند و روز روشن بینی گوش و لب روز روشن بینی گوش و لب آنها را می بریدن. حالا شما تصورش را بکنید که آرتشش را خارج می شود و پس از آن شما می روید و ما را در این وضعیت باقی می گذارید. اگر ما به حکومت قوام امتیاز بدهیم، بدان معناست که ما از اهداف خود، از عقاید خود و نهایتا از کارهای بزرگی که در ایران انجام داده این چشم پوشی میکنیم. پذیرفتن این مسئله برای من بسیار ناگوار است. من حتی اگر بخواهم نمیتوانم چنین کاری بکنم. من آمادم برای دفاع از منافع مردم در میدان نبرد هلاک شوم، لیکن نمیتوانم به آنها خیانت کنم. این یک کار خلاف وجدان خواهد بود. ما دموکرات ها به پشتگرمی شما، دقیقا میگه همینجور که رژیم تهران برای دفاع از ارتجاع پشتگرمی غرب داشته، به پشتگرمی شما، بله ما دموکرات ها، بله به پشتگرمی شما از روز اول در سخنرانی ها و اعلامیه های خود قانون اساسی ایران را زیر پا گذاشتیم و این را به همه دنیا اعلام کردیم. حالا بعد از همه اینا قوام ما را خواهد بخشید؟ حتی اگر او از ریاست دولت کنار برود، دیگری که جای او را میگیرد نیز ما را نخواهد بخشید. این متن تون نویسی شده که اینجا قرائت شد، از این متن تون نویسی شده که اینجا قرائت شد چنین برمیاد که گویا خلق آذربایجان با جنبش دموکراتیک خود چیزهای زیادی به دست آورده است. او تحصیل در مدارس به زبان مادری به طور کلی خواستهای خود را با ضریب 50% تحقق بخشیده است. من باید سفره دلم را برای شما باز کنم. بعد از مدتی تنها یک نام خشک و خالی از خلق آذربایجان در تاریخ باقی خواهد ماند. او در مشرق زمین چنان نفوذ و اعتبار خود را از دست خواهد داد. آذربایجانی های نسل های بعد فکر گسترش جنبش دموکراتیک را از سر بدر می کنند. آن وقت ها که هنوز در گرماگرم گسترش جنبش و تشکیل حکومت ملی بودیم، من در مواردی با مشاهده رفتار شما دچار شک و تردید می شدم که آیا شما از ما تا پایان رساندن کارهایی که آغاز کرده این پشتیبانی خواهید کرد. حالا دیگر اعتمادم از شما به کلی سلب شده است. طبیعیه که بکشن اونور. تکرار میکنم، من دیگر به شما اعتمادی ندارم. شما تصورش را بکنید که من با موافقت شما شروع به انجام اصلاحات ارضی در آذربایجان کردم. بسیاری از دهقانان صاحب زمین شدند. همین دیروز به رفقای مراغه دستور دادم تقسیم ارضی را به زودی به پایان برسانند. محمد رضا شاه هم درست رفت از مراغه شروع کرد. تأثیر پیشوری در تاریخ ایران. امروز گروهی از دهقانان برای مسائل مربوط به تقسیم زمین ها به تبریز آمدند. حالا من چگونه با وجدانی آسوده به آنها بگویم که زمین هایی را که گرفته اید پس بدهید؟ خطر وابستگی. ببینید، منتها یک انسان با شرف در رأسه که اون ور نبود، همه چیز خود را به فروش بدن، همه چیزشون به فروشی بود، خودشون هم همینطور. برای چی؟ برای دزدی این مملکت.
تیتری که گفتم نتایج این نتیجه رو بگیریم. این یک نوع بازی دادن است. این به معنای بی‌اعتبار کردن فرقه دموکرات و حکومت ملی نزد دهقانان، بازرگانان و حتی نزد عناصر ارتجاعی است. در آنها چنین تصوری پیش میاد که اینها حکومت نیستند، رهبر نیستند، بلکه مشتی ماجراجو هستند که امروز یک قراری صادر میکنند و فردا آن را لغو میکنند. سپس پیشوری رو به مذاکره کنندگان کرد و گفت: شما درست توجه کنید که من چه میگویم. من نمیخواهم جانم را خلاص کنم. من از منافع خلق آذربایجان دفاع میکنم. در کادر ایران دولت شوروی و شما رهبری حکومت شاهنشاهی را خوب نمیشناسید. آنها امروز به دولت شوروی امتیاز بسیار ناچیزی میدهند، ولی من به شما اطمینان میدهم که فردا آنها را پس خواهند گرفت و تمام خلق آذربایجان و در درجه نخست کسانی را که در جنبش دموکرات فعالانه شرکت کردند که کم نبودند، تحت تعقیب قرار خواهند داد. این افراد برای نجات آذربایجان خود با زن و بچه به آذربایجان شوروی فرار خواهند کرد. من میدانم که در مزاران شما از ورود هزاران انسان جلوگیری خواهند کرد، عین پیغمبر پیش بینی کرد. آنها را به زندان خواهند افکند، اونایی هم که رفتن اون وقت، و یا به آنها پیشنهاد خواهند کرد که مراجعت کنند. حکومت شوروی نباید در چشمه در برابر چشمان ناظر تمام دنیا اجازه چنین کاری را بدهد. کسانی را که بیش از همه صدمه خواهند دید آذربایجانی ها هستند، که درخشانی هم نوشته بود، سرتیپ درخشانی، که سالها قبل از اتحاد شوروی به ایران آمدند. آنها در میان دو آتش گرفتار خواهند شد. حوادثی رخ خواهد داد که در تاریخ بشریت بی سابقه است. من بهتر از همه شما که در اینجا حضور دارید سیاست جهانی، ویژگی های سیاسی سیاست شوروی را عمیقاً درک میکنم. میدانم که در حال حاضر شوروی نمیتواند به حکومت ملی و به آذربایجانی ها در مبارزه دشوارشان با حکومت ایران آشکارا کمک کند. من در این مورد ادعایی ندارم و متوجه این مسئله هستم، لیکن بعد از خروج آرتش سرخ حکومت شاه روزها و ماهها و بلکه سالها و با تمام شیوه حیله‌گرانه ما را تحت تعقیب قرار خواهند داد. حدود 70,000 نفر هم تبعید شدن و ما بالاخره خواهیم مرد، لیکن بگذارید شرافتمندانه بمیریم و بعد از خروج آرتش سرخ شما باید خود را کنار بکشید و در کارهای داخلی ایران مداخله نکنید تا ما بتوانیم اهالی شهرها و روستاها را که آزاد کردیم بسیج کنیم. اونم نذاشتن و به کمک فدایی ها و نیروهای مسلح از اراضی آذربایجان در برابر هجوم نیروهای ارتجاعی شاه پاسداری کنیم، یا اینکه اجازه دهید ما تمام نیروی خود را بسیج کنیم و با تمام نیروهای اینجاش جالبه دموکرات ایران رابطه برقرار کنیم و به تهران برویم و حکومت شاه را سرنگون کنیم و در سراسر ایران حکومت دموکراتیک برقرار کنیم. آنگاه بصیرت فوق العاده ای داشته این مرد. حالا پیش از اینم در 1301 اون چی که نوشته خواهم خوند اعجاب انگیزه به عنوان یک رجل سیاسی که دریغ به اصطلاح گیر روس‌ها افتاد و در مقابلش هم یک حکومت ارتجاعی سلطنتی قرار داشت و ملت ایران، جامعه ایرانی و آذربایجانی نتونست از این مغزهای فرزندان شریفش بهره برداری کنه. آنگاه برای ما آذربایجانی ها برای آغاز یک دوره زندگی نوین دورنمای وسیع نمایان خواهد بود. من بهتر از همه شما قوام السلطنه یه درو و ریاکار را میشناسم.
ما اگر با پیشنهاد او موافقت کنیم، او با استفاده از فرصت تمام جنبش دموکراتیک در آذربایجان را نابود خواهد کرد، که در نتیجه نه تنها خلق آذربایجان بلکه اتحاد شوروی نیز بازنده خواهد بود و نفوذ و اعتبار خود را نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای خاور نزدیک از دست خواهد داد. مگر شایسته است که اتحاد شوروی این گذشت ها را در این تون نویسی قید شده اند در برابر قوام بکند؟ به نظر من اتحاد شوروی با دادن این امتیازات به خودش ضربه می زند. من نمی توانم عقیده خود را تغییر دهم و گذشت در برابر حکومت شاه را در مجلس تبلیغ کنم. من همیشه علیه این حکومت سخن گفتم و تبلیغ کردم، اعضا حکومت ملی را به مبارزه خواندم. اگر من عکس این سخنان را بگویم، همان لحظه در میان آنها ناراحتی و پریشانی ایجاد خواهد شد و به سوی خانه های خود روان خواهند شد. حتی ممکن است برخی از آنها به جبهه دشمن بپیوندند. پیشاوری بعد از گفتن این سخنان کمی آرام شد. ژنرال آتاکیشیوف بعد از سکوت پیشاوری خواست جریان صحبت را تغییر دهد و از او سوال کرد اگر خود قوام السلطنه درباره مذاکره به تو مراجعه کند، آیا از مذاکره امتناع خواهی ورزید؟ آیا این امتناع هیچ معنایی دارد؟ پیشاوری اظهار داشت که او از مذاکره با قوام خودداری نخواهد کرد، لیکن بر اساس قوانین مصوبه باید از جانب مجلس وکالت داشته باشد. او افسود من باید این مسئله را در مجلس مطرح کنم و تقاضا کنم به من وکالت بدهند. باید برای مذاکرات با هیئتی مذاکره با قوام هیئتی برگزیده شود و برای محل مذاکره تبریز میانه انتخاب خواهد شد. انتخاب این شهرها به اون خاطر است که خلق آذربایجان بدانند که قوام مذاکرات را در سرزمین آذربایجان انجام می‌دهد و در ثانی این کار می‌تواند قوام السلطنه را تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار به دادن امتیازات بیشتری کند. در این مذاکرات من شبستری که رئیس مجلس بود که یه بارم رفت باکو برگشت گفتش که هیتلر بهتر از حکومت شورویه، رئیس مجلس آذربایجان بود. جاوید سلام الله جاوید که از شاه اتوبوس گرفت، ماشین گرفت و استاندار باقی موند و پادگان، و حتما نماینده شما به عنوان مشاور شرکت خواهیم کرد. اگر مذاکرات ما به نتیجه نرسد و حکومت تهران کوشش کند اراضی آذربایجان را به حکومت سلاح بگیرد و شما به ما دستور دهید که اختلاف با حکومت ایران را از طریق مسالمت آمیز و دادن امتیاز حل کنیم، برای من و سایر رهبران فرقه دموکرات اجرای چنین دستوراتی دشوار خواهد بود. مجبورش کرد روسی. شاید در این صورت ما باید از اعضا حکومت و فرقه دموکرات هیئت جدیدی انتخاب کنیم و وظیفه اداره مذاکرات را به عهده اون هیئت بگذاریم. در این شرایط باید به ما رهبران شناخته شده اجازه داده شود به اتحاد شوروی یا کشور دیگری مثلا بلغارستان مهاجرت کنیم و در چون میدونست در شوروی میکشنش، و در این حال اجازه مهاجرت به شوروی به خانواده های 2000 نفر فعالان جنبش دموکرات داده شود، یا اینکه این خانواده ها باید در انتظار سیر حوادث در آذربایجان باقی بمانند. سپس پیشوری با زهرخندی بر لب رو به حاضران کرد و گفت من میدانم و عمیقا اعتقاد دارم که شما که اینجا نشسته اید و شخص رفیق باقروف در دل طرفدار دفاع مسلحانه از حکومت ملی آذربایجان هستید و هیچ وجه راضی نخواهید شد که این حکومت استقلال خود را از دست بدهد. برای اینکه ما این حکومت را با شما و به اتفاق شما برقرار کرده ایم، لکن اوضاع کنونی دنیا و نتیجتا سیاست شوروی به شما حکم می کند که به قوام السلطنه امتیاز بدهید. فردا شما از اینجا می روید و من می مانم. آخر من به مردم وعده دادم، من آنها را بسیج کرده، مردم مرا می شناسند. من چطور در برابر قوام السلطنه و ارتجاع کوتاه بیایم؟ من نمی توانم ده ها هزار آذربایجانی را قربانی کنم. برایم دشوار است، برایم بسیار دشوار است،
و یک بار دیگر تکرار میکنم، من نمیتوانم این کار را بکنم. بگذار هر کس هر کجا میخواهد برود، من اینجا خواهم ماند و با سلاح از سرنوشت و منافع آذربایجان دفاع خواهم کرد و در میدان نبرد کشته خواهم شد. آتاکشیوف معاون وزیر امنیت آذربایجان شوروی از پیشاوری سوال کرد: من میخواهم دقیقا بدانم اگر مذاکرات مسالمت‌آمیز آغاز شود، شما چه گذشت هایی میتوانید بکنید و حدود این گذشت ها کدامند؟ در پاسخ این سوال پیشاوری مطالبات را ماده به ماده به طور شفاهی چنین بیان کرد: الف، خودمختاری آذربایجان در شکل انجمن ها به رسمیت شناخته شود، آذربایجان ارتش خود و هیئت فرماندهی خود را داشته باشد، لکن مانند تمام یگانهای ارتش تحت فرمان ستاد ارتش باشد. ب، هنگام ضرورت ارتش آذربایجان از ایران در برابر دشمنان خارجی دفاع کند، لکن از این ارتش برای سرکوب اقوام دیگر استفاده نشود. ب، جالب، درست در مقطع انقلاب که من رفته بودم قبل از انقلاب، هر تابستون می رفتم، دیدم که از دانشگاه که اعتصاب کرده بود سوار ماشین شدم بیام، دیدم پلیسا سوار شدن، همشون کردی حرف می زدن. جالب اینه که در کردستان ما آذربایجانی ها رو گذاشته بودن. اینو میگه پیشاوری: اختلاف بنداز، حکومت کن، تأمین نظم و آرامش. بالاخره بایستی به این تراژدی ما ایرانی ها پایان بدیم. داستان اینه، این نتیجه است که از این نهضت بایستی گرفت اگر عقل و خرد و دوربینی داشته باشیم. نه همین رگ رگ است، این آب شیرین آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. تأمین، همون افلاطون که برای ایران توصیف کرده، استبداد خشن و بیرحم در بالا و هرج و مرج در پایین، از دوره خشایارشاه تا به امروز همین ادامه داشت و دیکتاتورها فکر میکردن آرامش برقرار کردن. اون آرامش قبل از طوفان، تا دموکراسی برقرار نشه. تأمین یعنی آزادی و برابری، تأمین نظم و آرامش داخلی به عهده ارگانهای آذربایجان خواهد بود، مثل پلیس فدرال آمریکا. کارهای اداری در آذربایجان به زبان آذربایجانی و مکاتبات با تهران به زبان فارسی باشد. در مدارس تا کلاس سوم آموزش تنها به زبان آذربایجانی، بعد از کلاس سوم علاوه بر زبان آذربایجانی میتواند زبان فارسی نیز تدریس کند. خالصجات تقسیم شده در اختیار دهقانان خواهد ماند. خالصه جهات تقسیم شده، خالصه دولتی و خالصه سلطنتی. بهای زمین های تقسیم شده متعلق به مالکان از جانب دولت پرداخت خواهد شد و دهقانان به تدریج این وصل را به دولت مسترد خواهند نمود. قانونی بعد چه؟ قانونی بودن تدابیری که تاکنون به وسیله حکومت ملی اتخاذ شده از جانب تهران پذیرفته شود. اجرای قوانین دولت ایران نسبت به دموکرات ها درباره مبالغی که از محل بودجه دولت هزینه شده، مصادره املاک، محاکمه اشخاص متخلف، تبعید از آذربایجان، نباید صدور حکم، بله، نباید موجب صدور حکم اعدام برای آنها و تعقیب جنایی برای دیگران شود. تعداد نمایندگان مجلس ایران برای اهالی آذربایجان باید به نسبت جمعیت آنجا افزایش یابد. 20 نفر بوده، 4 میلیون آذربایجانی. اونم پیشاوری میگه، سخنرانی قبلی اشاره کرد. کسانی که به عنوان دشمن جنبش دموکراتیک از آذربایجان تبعید شدن مراجعت داده نشوند. نمایندگان آذربایجان شوروی از پیشاوری خواستند که تمام این بیانات را به صورت کتبی به آنها بدهد، لیکن او اکیداً از این کار سر باز زد و اظهار داشت که او اکنون در چنان وضع روحی قرار ندارد که قادر نیست به قلم گیرد. بنابراین همین قدرش کفایت میکنه برای، به قول معروف، از همه طرف بخونیم. گفتم پیشاوری نویسنده زندیات پوروالی، اونم من آقای حسن عباسی به اصطلاح
که سیاوش اوستا اسمشون رو تغییر دادن، ایشون در واقع گفتم زنده یاد آقای حسن عباسی، زنده یاد پوروالی، آقای حسن عباسی همیشه زنده باشن. به هر حال برای آقای پوروالی 60 سال روزنامه نگاری گرفته بودن، 80مین سال تولدشون بودن، منم جزء سخنرانا به خواست آقای پوروالی بودم. همونجا گفتم از آقای پوروالی خواستم که راجع به پیشوری صحبت بکنه، گفتش که من والهش بودم، بعدم که رفتم آذربایجان آزاد گذاشت همه جا برم و معتقد و جدایی طلب نبود و پیشوری میگفتش که تهران خودش رو نمیتونه اداره کنه، ایران رو نمیتونه اداره کنه، داستان اینه، وگرنه کار به دیکتاتوری و سرکوب میکشه، همه هر بخش خودش رو اداره کنه، جمعاً هم ایران رو اداره کنیم. به هر حال این هم خطا. از نوشته هایی که پیشوری میخونم چند تا رو بدونید که نادره، یک کتابیست از پیشوری زندان مرکزی، بسیار خوندنی رمان، به فارسی هم نوشته و اسم یه دختر سمبول گذاشته به عنوان وستلا نوشته و اون خیلی خوندنیه. زندان رضا شاه، محاکمات، دفاعیات و خاطرات زندان، که این هم خیلی کتاب خوندنیه. برای اینکه پیشوری رو خوب بشناسیم، دست آقای رحیم رئیس نیا درد نکنه، آخرین تحت عنوان آخرین سنگر آزادی، تاریخ معاصر ایران، مجموعه مقالات میر جعفر پیشوری در روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران از 1300 تا 1301، رضا شاه 1304 شاه شده، رضا خان وقتی بوده دیکتاتوریشو که میخواست من امر میکنم نشون بده، این مجله را هم بست. 500 صفحه است کتاب، خیلی خیلی خوندنیه واقعا. و اینجا یه مقاله ای داره، من دریغم اومد بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون میهن این رو از این بگذرم و به قول معروف نخونده یک مقاله ای داره در امضاهاشم الف پرویز، همین جوری که زنده یاد پوروالی گفته، اسم پسرشم داریوش گذاشته. به هر حال اینم این در 1922 1925 رضا شاه شد، 8 ژوئن خرداد ماه 1301 نوشته، حکومت مرکزی و اختیارات محلی. ببینید در 1301 چند ایرانی اینجور می اندیشید؟ جامعه نخبه کش ما، به جای اینکه شرایطی فراهم کنه که از این مغزها بهره‌مند بشه به نفع پیشرفت ایران، به راه‌های افراطی کشیده میشه، همونجور که تیمسار درخشانی نوشته بود عوامل سیاسی اعتبار نامش رو رد میکنن. پیشوری هم میگه که من از اینجا، یعنی از به جای کرسی مجلس، میرم اون بالا، یعنی کرسی مطبوعات که آژیر رو منتشر میکنه. پیشوری اینجا می نویسه که برای آن که ملت بتواند کاملا از حقوق خود استفاده نماید، حکومت ملی، به این خاطر هم حکومت ملی درست کرد نه طبقاتی در آذربایجان، حکومت ملی و اصول دموکراسی کاملا اجرا شود، یعنی ملت حاکم باشه،
لازم است که یک مملکت به جمهوریت های کوچک تبدیل یابد. ایالات متحده ایران به قول آقای نوری علا، تجربه ثابت می کند که در حوزه های کوچک انتخابات بهتر و منفعت ملت انجام می گیرد. مملکت سوئیس یک نمونه از این موضوع است. برای همین است که امریکا و آلمان نیز اصول فدرالیسم را قبول کرده اند و روسیه شوروی نیز همون اصول را اختیار کرده است، منتها در رأسش یه دونه معاون رئیس جمهور روس گذاشته بودند تمرکز. من راجع به فدرالیسم اینجا یه سخنرانی دارم در تلویزیون میگم. اصول فدراسیون هرچند در ممالک متفاوت است، لیکن اساس و فلسفه آنها اختلافی ندارد. اصول فدراسیون و اختیارات اهل محل تنها برای اجرای انتخابات نیست، بلکه برای جلوگیری از هرج و مرج داخلی و حفظ و ترقی ملت فایده زیادی دارد. زیرا ساکنین یک نقطه در حیات و معیشت خود یک نوع احتیاجات خصوصی دارند که آنها را خود اهل محل بهتر از دیگران مسبوقند. با همون صفحه 1301 نوشته دیگه. مثلا اهالی کنار دریا یک چیزهایی را که ساکنان دشت و کوهستان احتیاج دارند محتاج نیستند. چقدر زیبا. احتیاجات اهالی گرم سیر جنوب ایران غیر از احتیاجات اهالی سرد سیر است. از این نقطه نظر است که اصول مختاریت محلی در اکثریت ممالک اروپا و آمریکا قائم شده است. خیلی بصیرت وسیعی داشته در اون موقع نسبت به اوضاع دنیا. فرانسه اگرچه اصول فدراسیون را قبول نکرده، محاضا در آنجا نیز اهالی ولایات و شهرها یک نوع اداره و اختیارات خصوصی دارند و مسائل راجع به محل خودشون را حل می کنند و در تاریخ انقلاب فرانسه انجمنهای محلی دخالت بزرگ داشتند. کاملا درست. شهرداری ها قدرت زیادی دارند در فرانسه. درس من زندگی کردم می دونم. در سابق گمان می کردن که ما با زور سرنیزه ممکن است اهالی یک مملکت را در اطراف یک حکومت مرکزیت داد، اما بعد از توسعه تمدن معلوم شد که زور سرنیزه لازم نیست. به وسیله اختیارات محلی و قوانین می توان به آسانی از تمام قوای اهالی مملکت استفاده نمود. بنابراین امروز می‌بینیم که حقوق و امتیازات اهالی محل یا به واسطه اصول فدراسیون یا انجمن و شوراهای محلی تأمین شده و حاکمیت یک شهر یا یک طایفه یا ایل از میان رفته و تمام اهالی مملکت دارای یک حق به سویه شده‌اند، یعنی برابری. تهران آباد، ایران ویران. این مرکزیت این میشه، آخرم خود تهران ویران میشه. و ممکن نیست حقیقتاً یک ایالت یا اکثریت اهالی را از حقوق خود محروم کرد. در مملکت یک حقوق عمومی و قوانین اساسی است که همه به آنها علاقه دارند و البته آن را باید تمام نمایندگان ملت در یک جا مشترکاً حل، منظور تصویب کنن. اما بعضی مسائل مختص به اهالی یک محل است، مانند مسئله ماهیگیری در گیلان که اهالی خراسان ابدا از آن اطلاعی نداره، یا موضوع زراعت تریاک خراسان که ربطی به گیلان نداره. در همچون مسائلی البته باید اهالی محل خودشون فکر کنن و قوانین مطابق احتیاجات خود را وضع کنن، منتها این قوانین نباید مخالف اساس قوانین عمومی باشد. در ایران اجرای اصول فدراسیون ممکن است یا نه؟ در 1301 می نویسه، دعوت به جمهوریم کرده.
این رضا شام کرد، بعد آه که جمهوری ما شد فنای میزاده عشقی، اف اف اخوی اف اف ار ار عبابی ار ار، اون بالاخره باعث کشتنش شد و اونم خب گفته بود پدر ملت ایران اگر این بی پدر است الی آخر. وطن پرستی مقبول نیست در ایران، قلم بیار من این ملک را قباله کنم. مال عشقیه. این موضوع هرچند چون دست و تا آخر خونده بود کشتنش، که این سید ضیا که تظاهر به لنین میکرد، به پیغمبرش میکرد، در واقع نوکر انگلیس بود، رضا شاه هم همونجور بود. چیز کرد منتها آخر عمری میخواست با خصلت خودش، مطابق خصلت خودش رو پیدا کرده بود هیتلر، میخواست هیتلری بکنه اینجور که ورش داشت. خدمت ملیگرایی بود در حد نوع هیتلری. و آخرش به کجا میرسید اونم ببینی. مال محمد رضا شاه هم آریا مهر بود دیگه، یعنی خورشید نژاد آریایی دیگه. 1,000,000 تومان به رضا زاده شفق داد به خاطر همین لقب. آقای پول داوود یه واژه پیفون چیز پیتا پیشنهاد کرده بود به معنی قهرمان بر وزن فیته، بله، که موضوع به خنده شده بود چون با واژه های پارسی باستان برمیگشت به اون گذشته. این موضوع هرچند به طور وضوح در مراکز سیاسی موضوع مباحثه نبود، فقط در مرامنامه های دسته های اتفاقی و ترقی و سوسیالیست ایران که در سالها قبل منتشر شده از این اصول مختصر بحثی شده است. هرچند بعضی ها قیام شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقی خان را حمل بر تجزیه آذربایجان و خراسان کرده اند، اما اساسا در خود اهالی محل احساسات مختاریت نبود. شرایط ایلات و کردها به این مقاله مربوط نیست و اینها آثار ملوک و طوایفی قدیم است. بسیار مدرن میاندیشید این مرد. این را نمیتوان انکار کرد که حکومت مرکزی تا کنون توجه تامی به ولایات معطوف نداشته و آنها را از خود راضی نکرده و اینکه آنها تا کنون به فکر تجزیه نیفتادن همان احساسات ایرانیت بوده است و الا این اصول با این اصول اداره ممکن نبوده از مردم ممکن نبود از مردم جلوگیری شود. ما کاری نداریم که در ابتدا چگونه بوده. شاید آذربایجانی ها از جنس مغول هستند، به قول اون مشهور میگفتن، در حالی که سلجوقیان 200 سال قبل از مغول به ایران اومدن و مغولی ترکی نیست، مغولی مؤنث مذکر داره، ترکی نداره. خان خانم، یعنی خانی که زنه، بگ بگم، این لغت های ترکی رو گرفتن مغولیش کردن، بله، یعنی بگی که زنه الاخر. یا خراسانی ها از نسل عرب، یا گیلانی ها از ملت های دیگه، و کردها از نسل مدی بودن، اصلا مهم نیست. میگه اینها را به امروز مدرک قرار دادن دیوانگیست. احساسات و عادات امروز تمام سکنه ایران ایرانیت همه را ثابت میکنه، ولی در این حال حکومت مرکزی نمیتواند آنها را قانع سازد. پس به طور کلی، به طور خلاصه میتوان گفت اهالی ایران همگی دارای یک احساسات بوده، فقط شرایط محلی هر ولایت متفاوت است. ایرانیت مافوق همه نوع اختلافات است. یک نفر آذربایجانی خود را بهتر از شیرازی ایران پرست میداند. شاید شیرازی بهتر از خراسانی و اصفهانی بهتر از همه باشد، لیکن با وجود این باز هم شورش ها را ناشی از فکر تجزیه نمیتوان گفت. حتی اگر دست خارجی در بین نبود، اسماعیل ها سمیتگو نیز مسئله استقلال کردستان را پیش نمیکشید. ما ابدا از این پیشامدها تعجب نداریم. برای این که
در فوق گفتیم و در مقاله ایلات نیز اشاره کردیم که اهالی محل دارای احتیاجات مخصوصی هستند و حکومت مرکزی نیز تا امروز یک سیاست مخصوص و معینی را برای رفع آنها یعنی اون اشکالات تعقیب نکرده است. بنابراین اهالی نراضی از حکومت مرکزی اهالی راضی از حکومت مرکزی نه راضی از حکومت مرکزی می باشند و نه حاضر به تجزیه. این است که عقیده فدراسیون در ایران اساسی ندارد، زیرا یعنی به این دلیل زیرا اکثریت این مملکت بی علم و جاهل است. وقتی آگاه بشه میخواد، معنیش اینه. و حالا آدم هایی که بتوانند تهران را اداره کنند نداریم و به طریق اولا اداره کردن مملکت کوچک امکان ندارد. پس فقط چاره در تشکیل انجمنهای ولایتی است. در اون موقع میگفت و به درستی میگفت. با تشکیل این انجمنها به خوبی میتوان این فکر تجزیه و استقلال از فکر تجزیه و استقلال جلوگیری کرد و ایرانیت را فوق تمام منافع خصوصی قرار داد. ایرانیت اگه نتونه این منافع رو تعمیم کنه میشکنه. نقطه شد منتها گوش شنوایی وجود نداشت و هنوز هم نداره. و بله میخونم. آنها تصور میکنن چند نفر مخبر السلطنه و فرمان فرما میتوانن ایران را اداره کنن. وزیر و والی شده بزرگان محلی را در عوض دزدی ها بکشند یا به زور سرنیزه و پول وکیل شده قوه مقننه را به دست بگیرند. البته با این فکر مخالف هستند. اونایی که میخوان به اصطلاح فدرال بشه با این مخالفن. ما با آنها کاری نداریم، زیرا عملیات آنها در مقابل چشم تمام ایرانیان است و همین اعمال زشت و سوء اداره این کهنه هاست که مملکت دچار فلاکت شده و ولایت مجبور می شوند خود مستقیما به اداره امور خود بپردازند. و چون که نتیجه استبداد و فشار رد عکس العمل رد العمل نوشته عکس العمل است، سیاست منحوس امروز فکر فدراسیون سهل است، فکر استقلال کامل را هم در کله اهالی جا می دهد. این مسئله را مخبر السلطنه و سایر اشراف احساس نمی کنند. آنها می روند و خیابانی ها و آزادی خواهان را می کشند و دزدهای مسلح درجه داغی و بجنودی را به شهر دعوت می کنند. آنها اصلاح طلبان را می کشند و افتخار می کنند، اما اسلحه شاهزوان را نمی گیرند و به سمیتکو اهمیت نمی دهند. این حقایق ما را مجبور می کند که با اصول اداره امروز ضدیت کنیم، یعنی با تمرکز، و لجاجت هم نداریم، زیرا هرچه را که عقیده خودمان مفید لازم می داند می گوییم. انجمنهای محلی برای خاتمه دادن به ملوک و طوایفی، صحت انتخابات، ترقی تجارت و صنایع محلی وسیله بزرگی است و ضروری هم هست، برای ضرری هم برای دولت مرکزی ندارد. بالعکس اگر دولت همیشه یک قوه علاحده باشد و ملت نیز با نظر منفی همیشه به حکومت نگاه کند، حکومت ملت را گوسفند بداند و ملت حکومت را گرگ تصور کند، روز به روز بر خرابی و بدبختی افسوده خواهد شد. چه تصویر قشنگی میده. ما چون میدانیم رجال امروز این عقاید را تصورات باطل میدانند، با ایشان به ایشان حمله و تعرض نمی کنیم، ولی به آنها که خود را از ملت میدانند میگوییم. در موضوع ایلات سهو بزرگی مرتکب میشوند که آقای سیدزی هم تبلیغ میکرد. مثلا بعضی که خود را حادی فکر دموکراسی بلکه سوسیالیست میدانند، باز هم مصلحت بینی می کنند که باید رؤسای ایلات را تطمیع کرد که دست از شرارت یا فکر استقلال بردارند و بر صحت نظریه خود پانترکیست ها را دلیل می آورند. اما فراموش کردند که سهم همین حزب اتحاد و ترقی بود که سبب فنای امپراتوری بزرگ ترکیه شد.
اعراب بین النهرین را به آغوش انگلیس ها، فلسطینی ها را به سوریه، به بغل فرانسوی ها، ارمنی های آنادولی را به طرف روس ها و یونانی ها انداخت. اهالی ایران از ترک تا لور، کرد، ایرانیت را فوق تمام احساسات می دانند، ولی با وجود این باید یک نوع اختیارات محلی به آنها داده شود. اما عثمانی ها به اسم ترک و استبداد ملی اعراب را از خود دور نمودند و حال آنکه اگر اصول مختاریت محلی را قبول می کردند و عثمانی را یک دولت اسلامی و یا یک دولت مختلف العناصر معرفی می کردند، عملا احساسات سایر نژادها را به اسم پان ترکیزم تحقیر نمی کردن، ایران هم پان فارسیزمه. دوچار این اشکالات نمی شد. ترک ها آن مسائل را نفهمیدند و خواستن شورش اعراب را با سرنیزه و ارامنه را با قتل عام بخوابانند. ایرانی های ساکن استانبول را عجم شیعه گفتند و همه را بر ضد خود شورانیدند. عثمانی را متلاشی کردند. پیشوری نمیخواد ایران متلاشی بشه. همچنین روسیه تزاری در مقابل تقاضای اهالی ترکستان، لهستان، تاتارستان، قفقاز و غیره به سرنیزه متوسل شده و سیاست پان اسلاویزم را تعقیب نمود و سلطنت تزاری را قربانی این سیاست سو نمود، چون که اتحاد شوروی هم به سرنیزه متکی شد. به محض اینکه سرنیزه برداشته شد 15 تا جمهوری متلاشی شد، از جدا شد با رضایت خاطر. از کجا معلوم است که اگر انگلیس ها اعراب را به خود نگذارند و دست از گریبان هندی ها و غیره بر ندارند، مانند روسیه تزاری و عثمانی مزمحل نخواهند شد که شد انگلیس ها. عجب پیغمبران است. در 1301-1922 ما در ایران این گونه اسارت های ملی را قائل نیستیم، ولی بعضی نویسنده های بیفکر آذربایجانی های را ترک خوانده یا فلان ایل را ایرانی ندانسته. ترک به معنای این که ایرانی نیست. درباره آنها سیاست علاهده تعقیب می کنند که تا کنون هم شده و این مسئله خطرناکتر از سیاست دولت ها می باشد. اگر بنا باشد نویسنده ها این فکرها را تلقین و حکومت نیز سیاست سابق را تعقیب کند، قطعا از میان اهالی ولایات ملت‌های جدیدی به زور احداث می‌کنند و دست خارجی نیز آنها را تایید کرده. یک دفعه ملتفت می‌شویم که هرج و مرج مملکت را احاطه کرده است. فلان قسمت ایران را انگلیس‌ها مثل بین النهرین به اسم استقلال فلان طایفه در تحت تسلط خود در آوردند، هاشمی ها منظور، در حالی که دولت باید بدون تأخیر انجمن های محلی را دعوت به انعقاد و اختیاراتی به اهالی بدهد، انعقاد کند و اختیاراتی به اهالی بدهد و آمال ملت در با آمال ملت یعنی خواستهای ملت مقاومت نکرده با آنها و آنها را به کمک خود بطلبد. که بله، تا اینجا من مال پیشوری را هم خوندم، خواستم اینجا میخوام سخنرانیمو تموم بکنم، دیگه فرصت نشد. مصاحبه اختصاصی سایت آراز نیوز با دکتر جمیل حسنی پیرامون مسئله 21 آذر رو که بسیار خوندنیه و بخونم. مصاحبه با ایشون کردن و ایشون به سوالاتی که اونجا آذربایجان بوده یا نبوده که من دلایلشو ایشون نمیدونه من گفتم در همون سخنرانی دو هفته قبل، به علاوه دربندنامه را هم بخونید، باز اونجا هم علاوه بر اون اسنادی که من دادم راجع به آذربایجان قبل از اینکه حکومت مساوات برقرار بشه اونجا اسمش آذربایجان بوده. ایشون هم برمیگرده این نقطهش بسیار خوندنیه، میگه که
در خصوص نام آذربایجان آنچه هم اکنون گفته می شود حائز اهمیت نمی باشد، خواه بوده خواه نبود. موجودیت آن اکنون یک واقعیت است و از این منظر باید مورد محض قرار گیرد. حتی اگر یک نام سیاسی قریب به 100 سال مفهوم سیاسی کسب نماید، دیگر حادثه جا افتاده، یعنی در 1921 به فرض رأی اینا رو میگیره، ببخشید 18 تا 20 حکومت مساوات، بله، دیگر حادثه جا افتاده در تاریخ محسوب می شود. کشور آمریکا که امروز قدرتمندترین کشور جهان محسوب می شود تنها 240 سال سن دارد. نباید از ملتی جوان و دولتی نوین بودن واهمه داشت. 2500 سال سابقه حکومتی داشتن که ایران 4100 سال، 2500 تخفیف میدن. بله، اگرچه برای علم تاریخ موضوع جذابی محسوب می شود، اما محرکی برای تجدد و تعالی محسوب نمی شود. اصلی وجود دارد که ملت هایی که امروز خود را نمی یابند، آلوده به گذشته خود نمی گردند و در جستجوی خود به جستجوی قهرمانان گذشتهشان رو نمی آورند. به قول در واقع اون جمله نهروه که کسی ملتی که گذشته خود را نسازه به آینده خود را نسازه به گذشتهش رجوع میکنه. بله، تاریخ باید با صفحات سوداور و زیاناورش آموخته شود. می نویسه که فیشاوری هم وابستگی داشت، نبایدم انکار کرد. تاریخ رو بایستی با صفحات سوداور، نه اینکه ایدئولوژیک خوند فقط یه جنبهش رو دید بقیهش رو ندید. بله، بعد میگه علت تشکیل پیشاوری هم اینجا که خوندم میبینید که اون نهضت رو میبینه در مردم، در 1301 میبینه، میگه علت اون در شوروی سابق نبود بلکه در رژیم ایران بود که آزادی کشی میکرد، برابری ستیزی میکرد. به محض اینکه بر حکومت رضا شاهی رفت، طبیعی بود که اینا بتونن از اون موقعیت حسن استفادهشون رو بکنن، امثال آدم های روشنی مثل پیشوری. بعد اینجا هم خط میکنم، قوام السلطنه بحث میکنه با مولوتوف، میخواد بگه که در آذربایجان، اینجا در پاسخش میگه که اینجاشو کوتاه میخونم: جمعیت آذربایجان در تبریز تشکیل یافته بود و ما میدانیم که سالها پیش از فرقه این جمعیت روزنامه آذربایجان را منتشر مینمود و در آن از زبان ترکی و حق تعیین سرنوشت آذربایجان سخن به میون میومد، یعنی ایالتی ولایتی. بعدها نیز بسیاری از اعضای این جمعیت به فرقه دموکرات پیوستند. ماهیت اصلی این جمعیت چه بود؟ تنها روشنفکران ترک آذربایجانی تشکیل داده بودند یا آن نیز نقشه خارجی بود؟ هر دو عامل وجود داشت. حسن نوف، به اصطلاح جمیل حسن نمیگه، ببخشید میگم حسن نوف، هر دو عامل وجود داشت، اما در این پروسه ابتکار عمل در دست روشنفکران ترک بود. مبارزه‌ای که در راه آرمان ملی در شمال و جنوب آذربایجان جریان داشت، از گذر مبارزه برای زبان ملی می‌گذشت. در ملت‌های وابسته زبان نخستین وسیله برای حفظ موجودیت ملی است، ولی محو میشه، از بین میره دیگه. در روسیه آذربایجان همون زبانش رو که حفظ کرد، خودش رو حفظ کرد وقتی روسیه متلاشی شد. رژیم حاکم در ایران زبان ترکان را انکار میکرد. حتی در 23 ماه فوریه در سال 1946 میلادی، قوام السلطنه در جلسه با وزیر امور خارجه شوروی مولوتوف داشت تلاش میکرد اثبات نماید چون در ایران ادبیات ترکی موجود نمیباشد، آن زبان محلی است و زبان نوشتاری نیست. مولوتوف نیز در جواب بی، در حالی که در آذربایجان شمالی زبان دولت رسمی بود، مجلس قانون میگذشت به همون زبان ترکی، الان هم میگذره،
70,000 دانشجو داره دانشگاه باکو. بله، مولوتوف نیز در زبان وی، در جواب وی چنین پاسخ داده بود که شماها کی مدرسه باز کردید، نشریات تأسیس کردید، کی اجازه به انتشار نشریه بدین زبان دادید تا آذربایجانیان بتوانن به زبان خودشان به آفرینش ادبی بپردازند. بله، لالش کرد. یعنی به هر حال خواستم بگم دفاع از ارتجاع، نگاه کنید این که تمامیت ارضی صرفا اونو بگیریم نفهمیم که قوام به کجا میبرد، به رأی ندادن زنان، به عدم اصلاحات ارضی برای حفظ دهاتی که من سلام و صده را دوتا دهه از کف آسان ندهم، اسب و اسباب به ژاندارم خراسان ندهم، من به ژاندارم اگر جان بدهم نان ندهم. این مال ایرج میرزاست در اون شعرش راجب قوام السلطنه. به هر حال همه اسناد رو بایستی جمع کرد. نامه ای که علا به قوام السلطنه نوشته، یک بار اینجا خوندم، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، در اون کتاب صفحات 71 تا 73 8 تا مسئله رو براش میشماره. از جمله می نویسه املاک وسیع به خرد مالک فروخته شود. بالاخر بعد از اینکه پیشاورد رو سرکوب کردید، باز این اصلاحات اداری رو بکنید، فلان کنید فلان کنید. بله، به هر حال همون حسین علایی که وزیر دربارش شاهنشاه بود، اونشون محمد رضا شاه در سفیر در آمریکا بوده، از اونجا به قوام نامه می نویسه بعد از اون. به هر حال بگذرم و آخر سخنم اینه که تنها به قاضی نریم، راضی بر نگردیم، اسناد رو مطالعه کنیم و ازش بیاموزیم. یک عده در دوران پهلوی بیرون اومدن، نه چیزی رو یاد گرفتن نه چیزی رو فراموش کردن، همینجور، و دلشون میخواد این ملت گوسفندان رامی باشن تا اونا گرگای درنده. ممنون تلویزیون میهن و عزیزان، دعوت به اندیشیدن بهترین تعریف فلسفه، تعریف کانت، فلسفه یاد دادن اندیشیدن به انسان است، نه یاد دادن اندیشه ها. یاد گرفتن اندیشه ها تقلیده، ولو بهترین اندیشه ها رو یاد بگیریم. ممنونم، تا هفته های بعد در مورد کتاب های مقدس مسیح. بله، عزیزان میرن و همون از آراز نیوز مصاحبه آقای جمیل حسنی رو هم میخونن. من دیگه همینقدر کفایت میکنه. شب و روز عزیزان بخیر.